آقای منسان، برخی بر این باورند که حکومت‌ها سرنوشت رو تعیین می‌کنند و مردم نقش چندانی ندارند. می‌خواستم نظر شما رو در این رابطه بدونیم. والله انا ارى ان هذه المشكله يعني اگر مردم اراده کنند همه کار می توانند انجام دهند. وقتی مردم اراده کنند که پیروز شوند و تاریخشان را بسازند، به این خواسته می رسند. مانند انقلاب 25 ژانویه 2011. من خطاب به ساکنان اشرف می گویم اگر مردم اراده کنند سرنوشت به آنها پاسخ می دهد. این گفته یکی از شاعران عرب است. شما ساکنان اشرف رو خطاب قرار دادید، می‌خواستم برامون بگین که وجه مشترک شما با اشرفی ها چیه و نقش اونها رو چطور می‌بینید؟ يستندون اشرف لانهم يعني لاننا في مصر نؤمن بمدنيه الدوله بمعنى ما به برپایی یک دولت مردمی در ایران اعتقاد داریم. به همین دلیل به اشرف کمک می‌کنیم. این حق ساکنان اشرف و حق هر کسی در دنیا است که در آسایش زندگی کند. ما می دانیم که رژیم ایران چگونه اپوزیسیون خود را سرکوب می کند. ساکنان اشرف نسلی هستند که مسئولیت مهم می دارند. مسئولیت آنها این است که اندیشه خود را به همه جهان برسانند. این نسلی که من می شناسم نسلی است که می تواند با همیاری مجامع بین المللی صدای اشرف را به همه جهان برسانم. معتقدم که با این شیوه به هدف خود میرسم. آنها در ارتباط برقرار کردن با فعالان حقوق بشری در سراسر جهان خیلی فعال هستند و این کار را به خوبی انجام میدهند. اشرفی ها مسئولیت تاریخی دارند و باید قدر آن را بدانند. شما گفتید که باید در ایران تغییر ایجاد بشه. حالا چطوری میشه به این تغییر در ایران کمک کرد؟ ان تصلون برأيكم الى العالم. از طریق یاری رساندن به شما در همه جای دنیا ما می‌بینیم که آرمان شما آرمان عادلانه است. شما هم مانند سایر مردم زندگی می‌خواهید و شما مستحق این هستید که آزادی بیان داشته باشید و حق شماست که مخالف دولت باشید. در یک دولت مردمی باید نظرات مختلف وجود داشته باشد، به خاطر اینکه همه ما در میهنمان سهمی داریم. در نتیجه در جهان هم صاحب سهمی هستیم. این خاک مال خداست. می‌خواستم همینطور برای ما بگین که شما برای کمک به اشرف چه اقداماتی انجام دادید؟ لا على النطاق الشخصي نحن هنا يعني انا نطاق الشخصي احاول مناصره اشرف من خلال توصيل اصواته الى المجتمع الدولي. به لحاظ فردی تلاش میکنم که اشرف را کمک کنم تا صدایش را به مجامع بین المللی برسانم و همچنین از طریق فرستادن شکایت ها و نامه هایی که به سازمان ملل فرستادم این کار را دنبال میکنم. خیلی خیلی ممنونیم از شما به خاطر شرکتتون در این گفتگو با برنامه ایران اشرف آزادی. تشکر میکنم.